سلام، وقتتون بخیر. قرار توی این ویدیو پرفروش‌ترین فیلم‌های بازیگر مطرح سینمای هالیوود یعنی خانم آنا دی آرمس رو با هم دیگه مرور کنیم. حتما ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید. سومین فیلم پرفروش خانم آنا دی آرمس فیلم بلید رانر 2049 هستش که این فیلم در سطح جهانی 165 میلیون دلار و توی کشور آمریکا 92 میلیون دلار فروش داشته و در مجموع تونسته مبلغ 257 میلیون دلار بلیت بفروشه و مردم بیان این فیلم رو ببینن و سومین فیلم پرفروش خانم آنا دی آرمس به حساب میاد. خانم آنا دی آرمس توی فیلم بلید رانر نقش جوی رو بازی میکنه. جوی یک هوش مصنوعی هستش که توسط شرکت والاس به عنوان یک همسر هولوگرافیک قابل سفارشی سازی به مردم آینده آمریکا هستش و فروخته میشه. او عاشق کی با بازی رایان گاسلینگ میشه که یک بلید رانره و با او همراه میشه تا رازی رو کشف کنه که میتونه تعادل دنیا رو به هم بزنه. بازی خانم آنا دی آرمس توی این فیلم بسیار مورد تحسین قرار گرفته و او رو به یک ستاره محبوب توی هالیوود تبدیل کرد. توی سال 2017 که این فیلم اکران عمومی شد. و اما دومین فیلم پرفروش خانم آنا دی آرمس فیلم نایف اوت یا چاقوکشی هستش که خانم آنا دی آرمس نقش مارتا رو توی این فیلم بازی کرده. این فیلم توی سطح جهانی 147 میلیون دلار و توی کشور آمریکا 165 میلیون دلار فروش داشته و مجموع فروشش 312 میلیون دلار هستش. خانم آنا دی آرمس بازیگر کوبایی اسپانیایی که نقش مارتا رو توی فیلم چاقوکشی ایفا کرده. مارتا پرستار هارلون ترومپی نویسنده معروف جنایی هستش که بعد از مرگ او مارتا رو به عنوان وارث انتخاب میکنه. آنا دی آرمس با بازی در این فیلم نقش یک قهرمان لاتین رو در یک ژانر که معمولا توسط بازیگران سفید پوست اشغال شده ایفا کرده. او همچنین با ایفا این نقش به مسائل اجتماعی و سیاسی مربوط به مهاجرت و تبعیض نژادی در ایالات متحده آمریکا اشاره کرده. این بازیگر یعنی خانم آنا دی آرمس برای فیلم چاقوکشی مورد تحسین منتقدان هم قرار گرفت و برای جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول زن در یک فیلم کمدی یا موزیکال نامزد شده. خانم آنا دی آرمس برای فیلم چاقوکشی. و اما پرفروش‌ترین فیلمی که خانم آنا دی آرمس توش ایفای نقش کرده فیلمی نیست بجز فیلم No Time to Die از سری فیلم های جیمز باند که توی سال 2021 اکران شده. این فیلم توی سطح جهانی حدود 600 میلیون دلار و توی آمریکا 160 میلیون دلار فروش داشته و مجموع فروش 758 میلیون دلار رو ثبت کرده. فیلم جیمز باند No Time to Die. خانم آنا دی آرمس نقش
پالوما رو توی این فیلم بازی کرده. این بازیگر کوبایی در فیلم جدید جیمز باند به نام نو تایم تو دای نقش یک مأمور سیا به نام پالوما رو ایفا کرده. او با جیمز باند در هاوانا همراه میشه و با او در مبارزه علیه دشمنان همراهی میکنه. او یک شخصیتیه که توی کار خودش ماهر و با لباسی بسیار جذاب و زیبا در صحنه های اکشن حضور داره. خانم آنا ده آرمس بعدها توی فیلم چاقو کشی یا نایف آوت هم دوباره با آقای دنیل گریگ که توی این فیلم نقش جیمز باند رو بازی کرده، توی اون فیلم هم با همدیگه همبازی بودن که این نشون میده که زوج مورد علاقه ایشون آقای دنیل گریگ برای ایفای نقش هستش. این بود از پرفروش‌ترین فیلم‌های خانم آنا ده آرمس. اگر بازیگر دیگه هستش که دوست دارید پرفروش‌ترین فیلم‌هاش رو باش آشنا بشید، حتما داخل کامنت‌ها ذکر کنید برام. جیمز باند. Everything for her. ممنونم ازتون که تا این لحظه این ویدیو رو دنبال کردید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنین و اگر باز هم میخواهید از این تیپ ویدیو براتون بذارم داخل کامنت ها بنویسید بازیگر مورد علاقتون چه کسی هست که براتون ویدیوش رو درست کنم. مواظب خودتون باشید.